سلام به روی ماهتون، امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه. یه سوال مهم برای همتون ممکنه پیش بیاد که چرا باید تو عصری که داریم زندگی میکنیم و انواع داروهای مختلف برای انواع بیماری ها ساخته شده بریم سراغ طب سنتی یا طب گیاهی؟ تا آخر ویدیو همراه ما باشید چون که قراره به این سوال مهم جواب بدیم. خیلی خوب، کشورهای صنعتی جهان اومدن که از فرآیندهای شیمیایی استفاده بکنن، اما بعدن یعنی همین امروزه متوجه شدن که این فرآیندهای شیمیایی براشون یک سری مشکلات به وجود میاره. با کلی بالا و پایین کردن به این نتیجه رسیدن که خیلی خوب، ما تکنولوژیش رو داریم، پس برگردیم به طبیعت و الهام گرفتن از گیاهان دارویی داروهایی بسازیم که منشأ گیاهی داشته باشه. حالا اگه از این بحث بگذریم میرسیم به عوارضی که این داروهای شیمیایی میتونه برای بدن داشته باشه و حتی قیمت بالایی که میتونه داشته باشه. پس بهتره که ما بریم به سمت طب گیاهی. سرتون رو درد نیارم، ما ایرانی ها نباید طب گیاهی که بخشی از طب سنتی کشورمون رو نادیده بگیریم. شما اگه همین الان پاشی بری به مناطق روستایی کشورمون متوجه میشی که خیلی از بیماری ها رو دارن با همین روش درمان میکنن. خدا رو شکر کشورمون به خاطر تنوع آب و هوایی که داره بیشتر از 8000 نوع گونه گیاهی تو کشورمون رشد میکنه و به خاطر همین موضوع از قدیم و ندیم از گیاهان برای درمان بیماریاشون استفاده میکردن. جالبیش اینجاست که با توجه به نیازهای مختلف میشه از بخشهای مختلف گیاه هم استفاده کرد، مثل برگش، ساقش، گلش، میوهش، دونش و ریشش. اینکه طب سنتی و گیاه درمانی بین مردم خیلی کم رنگتر از قبل شده میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. شاید به خاطر اینه که خیلی ها نمیدونن که تو کشور ما به خاطر آب و هوایی که داره رشد گیاهان دارویی توش به شدت زیاده و این باعث میشه که جزء معدود کشورهایی باشه که این ویژگی رو داره. و شاید هم متاسفانه دلیلش به خاطر عطاریامون باشه که روش علمی دقیقی برای استفاده از داروهای گیاهی رو ندارن و برای مردم تجویزش میکنن. تا اینجای ویدیو اگه براتون مفید و جذاب بوده حتما ویدیو رو لایک بکنید. اگه از این دست از ویدیوها خوشتون میاد کانال ما رو حتما سابسکرایب داشته باشید. زنگوله کنارش رو حتما فعال کنید تا وقتی ویدیو جدید گذاشته میشه با خبر بشید. اگه بخوایم یه نگاه تاریخی به این موضوع داشته باشیم، برگردیم به دوره ساسانیان. بین مردم و دربار مصرف موادی مثل زنجبیل و زعفران و گلاب رواج زیادی داشته و رفته رفته با پیشرفت علم متوجه شدن که دنیای گیاهان چه دنیای شگفت انگیزیه. اما متاسفانه فقط حدود 5% از داروهای مصرفی کشورمون گیاهیه. اگه فقط یک لحظه به کل چیزهایی که گفتم راجع به کشورمون، راجع به آب و هواش، گیاهانی که داخلش رشد میکنه، راجع به پیشینه طولانیمون تو طب سنتی و گیاهان فکر بکنی، متوجه میشی که این سهم برای گیاهان دارویی بسیار ناچیزه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونه این انگیزه رو روی تک تکتون ایجاد بکنه تا به سمت طبیعت برگردید، چون همه چیز در طبیعت نهفته. راستی کلی موضوعات جذاب و خفن براتون آماده کردیم که حتما میتونه روی سلامتیتون تأثیر گذار باشه، پس ما رو فراموش نکنید.